سلام دوستان، در این شب و روزهایی که به ناچار مجبوریم بیشتر در خونه بمونیم و به تبع زمان بیشتری رو در فضای مجازی سپری میکنیم، بران شدیم که برنامه های سرگرم کننده تری در کانال قرار بدیم و چه چیزی بهتر و سرگرم کننده تر از قصه و چه قصه ای بهتر از 1001 شب. پس به صورت آزمایشی چند قسمت از این قصه جذاب رو در کانال قرار میدیم تا اگر مورد استقبال شما قرار گرفت این کار رو ادامه بدیم. برای این کار به نظرات و پیشنهادات شما به شدت احتیاج داریم. اما قصه ما در زمانهای قدیم پادشاهی دو پسر داشت به نام شهرباز و شاهزمان. روزی شاهزمان برای دیدن برادر عازم سفر بود که ناگاه به یاد آورد هدیه‌ای که برای او تدارک دیده را در قصر جا گذاشته، اما هنگام ورود به اتاق با صحنه عجیبی روبرو شد. شاهزمان همسر زیباروی خود را دید که در آغوش یکی از غلامان سیاه قصر خوابیده. او در دم شمشیر خود را بیرون کشید و آن دو را کشت و خشمگین و غمگین به دیدار برادر خود رفت، اما ماجرا را از او مخفی کرد. یک روز که شهرباز برای شکار رفته بود، شاهزمان با صحنه عجیبتر روبرو شد. همسر شهرباز به همراه 20 غلام و کنیز دیگر وارد باغی شدند و در کنار حوض برهنه شد و همگی آنها با یکدیگر مشغول معاشقه شدند. شاهزمان بیدرنگ برادرش رو از این واقعه با خبر کرد و شهرباز همسر و غلامانش رو کشت. بعد از آن شاهزمان برای همیشه از زنان دوری کرد، اما برعکس او شهرباز هر شب با دختر باکره‌ای به تخت خواب می رفت و صبح که می شد اون رو به قتل می رسوند. 3 سال گذشت و تقریبا در شهر دختر باکره‌ای نمانده بود تا اینکه نوبت به دختر زیبا و باهوش وزیر افتاد که شهرزاد نام داشت. وزیر تلاش کرد جان دخترش رو نجات بده، اما شهرزاد که فکری به سرش رسیده بود به اصرار خودش به عقد شهرباز در اومد. شهرزاد از خواهر کوچکتر خود دنیازاد خواست که وقتی شب وارد اتاق پادشاه می شود پشت در منتظر بماند. شهرزاد به اتاق شهرباز رفت و با او معاشقه کرد. صبحدم وقتی شاه قصد کشتن او را داشت، دخترک از شاه خواست خواهرش را برای بار آخر ببیند. دنیازاد پس از ورود طبق قراری که با شهرزاد گذاشته بودند، از او خواست برای آخرین بار قصه‌ای برایش بگوید تا به خواب برود. شهرزاد گفت اگر پادشاه اجازه دهد داستانی دلنشین برایت خواهم گفت. شهرباز نیست که مدت‌ها به بیخوابی دچار بود با اشتیاق اجازه داد. شهرزاد قصه گو اولین شب را با قصه بازرگان و عفریت جن یا جن خبیث آغاز کرد و این داستان اولین حکایت از افسانه 1001 شب است که ما نیز آن را برای شما بازگو خواهیم کرد. پس در ادامه با ما همراه باشید. داستان ما به آنجا رسید که وقتی شهرباز طبق عادت هر بامداد خود قصد کشتن شهرزاد را داشت، خواهر شهرزاد وارد اتاق شد و از او خواست قصه‌ای برایش بگوید. شهرزاد هم در حضور شاه داستان بازرگان و جن خبیث را آغاز کرد. چنین گفت شهرزاد: ای ملک جوانبخت، روزی بازرگانی سرد و گرم چشیده که سفرهای بسیار کرده بود، در یکی از سفرهایش به صحرایی رسید. بازرگان زیر درختی نشست و مقداری نان و چند دانه خرما خورد و هسته های خرما را دور انداخت. چیزی نگذشته بود که ناگهان جنی خبیث شمشیر به دست ظاهر شد و فریاد زد: هسته خرماهایی که دور انداختی روی سینه فرزند من افتاد و او در دم جان سپرد. حالا
برای گرفتن انتقام فرزندم تو را هلاک خواهم کرد. بازرگان پیر گفت: ای جوان مرد اجنه، من چند پسر و مقداری اموال دارم که باید آنها را به عدالت بین پسرانم قسمت کنم. به من مهلت بده تا بروم و یک سال دیگر نزد تو بازگردم تا جان مرا بگیری. جن خواهش بازرگان را پذیرفت. بازرگان به شهر خود رفت، اموالش را بین پسران تقسیم کرد و یک سال که گذشت به همان بیابان برگشت و زیر درخت منتظر آن جن شد و در همان حال به خاطر سرنوشت شوم خود گریه می کرد. در همین حال پیرمردی که آهویی در زنجیر داشت به اون نزدیک شد و پرسید: که هستی و اینجا در این محل زندگی اجنه چه کار می کنی؟ بازرگان ماجرای خود را شرح داد و پیرمرد با افسوس گفت که از این خطر نجات نخواهی یافت. من نیز همینجا میمانم تا ببینم چه بر سر تو خواهد آمد. بازرگان دوباره شروع به گریه کردن کرده بود که پیرمرد دیگری همراه دو سگ سیاه از راه رسید و ماجرا را پرسید و بعد از او پیر دیگری که سوار بر الاغی بود آمد. اندکی نگذشته بود که ناگهان گرد و خاکی به پا شد و جن خبیث شمشیر به دست از میان آن بیرون آمد و دست بازرگان را گرفت تا او را بکشد. پیرمرد اولی که آهوی در زنجیر داشت بلند شد و دست جن را بوسید و گفت: ای فرمان روای اجنه، این آهو که در کنار من میبینی داستان جالبی دارد. آن را برای تو تعریف میکنم و تو به خاطر من از یک سوم خون بازرگان بگذر. جن خبیث گفت: تعریف کن. پیر مرد گفت: این آهو دختر عموی من است که 30 سال همسر من بود، اما فرزندی به دنیا نیاورد. تا اینکه من کنیزی صیغه کردم و آن کنیز پسری به دنیا آورد. وقتی پسرم 15 ساله بود و من برای تجارت به شهر دیگری رفته بودم، دختر عمویم که همین آهوست و در کودکی سحر و جادو یاد گرفته بود، با تلسمی پسر و کنیز را به شکل یک گاو و یک گوساله درآورد. وقتی از سفر بازگشتم همسرم گفت که کنیز مرده و پسرم نیز فرار کرده است. مدت زیادی به خاطر این ماجرا گریان و اندوهگین بودم تا اینکه روزی قصد کردم گاوی قربانی کنم. به چوپان گفتم و او نیز گاوی چاق و چله فراهم کرد که در واقع همان کنیز من بود. تا خواستم با کارد گاو را قربانی کنم، ناله‌ای سر داد و شروع به گریه کرد. دلم نیامد خودم او را بکشم و به چوپان گفتم او را بکشد. وقتی پوست او را کند، دیدم همه اش استخوان است و گوشت چندانی ندارد. پشیمان شدم و از چوپان خواستم گوساله چاقی فراهم کند. گوساله‌ای که چوپان آورد پسر من بود و تا مرا دید تناب پاره کرد و پیش پایم در خاک غلتید و شروع به گریه کرد. باز هم دلم به رحم آمد و به چوپان گفتم این گوساله را رها کن و گاوه دیگری بیاور. چون قصه به اینجا رسید، خورشید طلوع کرد و شهرزاد پس از اندکی سکوت گفت: اگر پادشاه مرا نکشد، فردا ادامه این داستان زیبا را تعریف خواهم کرد. شهرباز که مشتاق شنیدن پایان داستان بود پیش خود گفت: یک شب دیگر هم صبر. اگر شما هم از این داستان خوشتان آمده، یک شب دیگر صبر کنید تا ادامه داستان را برای شما بازگو کنید. از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه شدید سپاسگزاریم. لطفاً نظرات و انتقادات و پیشنهادهای خود را در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید و اگر از این داستان لذت بردید لایک را فراموش نکنید.